ناگفته هایی باور نکردنی از زندگی شخصی لحیا زنگنه، از ماجرای مهاجرتش تا ازدواج جنجالیش و بچه دار شدنش، همینطور بیماری و افسردگی شدیدی که تجربه کرده بود. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. خب لحیا زنگنه بازیگر خوب کشورمون، متولد سال 1344 در شهر تهران هستش. او متولد 1 مهر ماه است و فارغ التحصیل لیسانس ادبیات نمایشی از دانشکده هنر دانشگاه تهرانه. اون دوره نقاشی رو هم جدا از این گذرانده و به شدت هم عشق فوتبال و تیم مورد علاقهش تیم ملی آرژانتین هستش. لحیا زنگنه در شهر تهران به عنوان فرزند دوم در یک خانواده خیلی خیلی مذهبی به دنیا اومد. اون یه برادر بزرگتر و 2 برادر و 1 خواهر کوچیکتر از خودش هم داره. پدرش کارمند یکی از بانک ها هستش و مادرش هم خانه‌دار هست. به واسطه مذهبی بودن پدرش توی دوران کودکی، نوجوانی و حتی جوانی با محدودیت‌های زیادی توی زندگیش مواجه بوده. مثلا هیچ وقت تا دوران جوانیش اجازه گوش دادن به آهنگ رو نداشتن و با خیلی از خواننده‌های معروف بعد از دوران جوانیش آشنا شدش. اون میگه که خانواده ما یه خانواده کاملا پدر سالاری بود و هیچ کس جرأت نداشت روی حرف پدرم حرفی بزنه و پدرم هم کلن هیچ قرابتی با نه با سینما داشت نه با تلویزیون و تمام اینها رو کارهای بیهوده میدونست. من برای اولین بار به واسطه عشقی که به سینما داشتم با 1000 مشکل توی سنی که خیلی سن سالم هم کم بود با مرحوم عموم و زنموم موفق شدم بریم سینما و یه فیلم ببینیم. یادمه که فیلمش هم هندی بودش. لحیا زنگنه خودش تعریف میکنه که توی دوران دانشجویی با اصرار جمشید بهمنی با بچه‌های تئاتر دانشگاه فعالیت خودش رو توی زمینه بازیگری به صورت مبتدی آغاز کرد، ولی خب رفته رفته کارش بهتر شد و تو تئاتر دانشجویی خودش رو به اثبات رسوند. اون توی یکی از بازی‌های تئاترش رضا ایرانمنش آشنا شد و از طریق اون به حمید لبخنده کارگردان معروف اون سالها معرفی شد و بعد از اونم توی چند تا فیلم با حمید لبخند همکاری داشتش. شهرت اون در سریال در پناه تو در سال 1374 بود، وقتی که اون 30 ساله بود و توی این سریال در نقش مریم جلوی دوربین رفت و خوش درخشید. اون توی این سریال در کنار رامین پرچمی، پارسا پیروزفر و مرحوم حسن جوهرچی حضور داشتن که این فیلم نقطه عطفی برای تمام این بازیگرها بود و این بازیگرها توی این سریال تونستن خودشون رو به اثبات برسونن. همکاریش توی فیلم در قلب من هم با پارسا پیروزفر ادامه داشت و خیلی ها شایعه کرده بودن که این 2 نفر حتی با هم ازدواج کرده بودن. رشد بازیگری لحیا زنگنه در سال 74 با در پناه تو و در سال 76 با در قلب من و در نهایت هم در سال 77 با تولدی دیگر رقم خوردش و همینطور پله‌های ترقی رو پشت هم طی می‌کردش. اون در سال 75 در اوج شهرت با فیلم راز مینا وارد سینما شد و نقش کوتاهش توی فیلم سینمایی مزاحم سیروس الوند در سال 80 نقطه عطفی توی بازیگری اون به حساب میاد. لحیا زنگنه توی این حدود 30 سالی که فعالیت هنری داشته خیلی گزیده کار بوده و اونطور که خودش میگه حسابی گزیده کار و برای پذیرفتن هر نقشی ابتدا باید گروه رو خوب ببینه و بشناسه. اگه ارتباط خوبی با گروه بگیره، حتی اگه کار هم ضعیف باشه، اون حاضر توی اون فیلم بازی بکنه. لحیا زنگنه به شدت نسبت به اینکه اطلاعاتی از خودش بده گارد داره و کاملا محافظه کار هستش. مثلا هیچ وقت هیچ جا در مورد همسرش صحبت نکرده و اصلا نگفته که ازدواج کرده یا نه، ولی خب جالب بدونید که اون سالها پیش توی همون اوج بازیگریش ازدواج کرد و حاصل این ازدواج هم 1 دختر خانوم هستش.
جالبه بدونید که لعیا زنگنه کارهای نقاشی هم انجام میده و بین هنرمندان نقاش و هنرهای تجسمی خیلی شناخته شده است. اون اولین بار در سال 89 نمایشگاه نقاشی خودش رو در تورنتو کانادا برپا کرد. اون بعد از اون نمایشگاه پازلش رو در تهران انجام داد و خیلی مورد استقبال طرفداراش و اهالی هنر قرار گرفتش. جالب بدونید که لعیا زنگنه یه مدت نسبتاً طولانی رو هم توی اوایل دهه 90 و اواسط دهه 80 هیچ حضوری توی هیچ کار هنری نداشت که دلیلش هم مهاجرتی بودش که تصمیم گرفته بود انجام بده، ولی خب بعد از چند سال دوباره به ایران برگشت و فعالیت هنریش رو از سر گرفت. جالبه که بدونید با اینکه لعیا زنگنه توی دوران کودکی در خانواده مذهبی به دنیا اومد و پدرش محدودیت‌های زیادی رو براش قائل بود، ولی خب اعتقادات مذهبی اون همچنان حفظ شده و اون حتی یه تایمینی مصاحبه‌ای در مورد حضرت فاطمه انجام داد و گفتش که من اگه توی این مملکت کاری بشم و مسئولیتی بگیرم به هیچ کس اجازه نمیدم که اسم دخترش رو فاطمه بذاره، چون این اسم خیلی سنگین و خیلی حرمت داره و نباید اسم فاطمه به روی هر کسی قرار بگیره. لعیا زنگنه در مورد افسردگی شدید و بیماری روانی که توی دوره دوچارش بود هم صحبتهایی رو انجام داد و گفتش که توی سال 76-77 تو اوج شهرت دوچار افسردگی خیلی خیلی شدید شدم. توی اون دوران یادمه که به آیه لبخنده زنگ زدم و گفتم که من فقط میخوام کار بکنم، من نمیتونم داخل خونه بمونم و باید هر جور که شده از خونه خارج بشم. البته که لعیا زنگنه هیچ وقت در مورد علت افسردگیش صحبت نکرد، ولی خب گفتش که توی اون سالها چند تا چیز کمک کردش که از افسردگی در اون بیاد. یکیش دومین سریالش سریال در قلب من بودش که با بازی کردن این فیلم و بازخورد خوبی که از مردم گرفت یه جورایی حالش خوب شد و از افسردگی در اومد. مورد دوم همون قضیه آهنگ مادر گوگوش هستش که لعیا زنگنه معتقد مثل مسکن براش بود و با گوش دادن این آهنگ حالش خوب می شد و از افسردگی به صورت کامل در می اومد. لعیا زنگنه توی این سالهای فعالیتش توی فیلمهای سینمایی زیادی از جمله راز مینا، تکیه برباد، شیفته، رنگ شب، هفترانه، مزاحم، تب، رئیس، جاده جنایت، شیرین و این اواخر هم در فیلم های سینمایی اشغولانه است، قاتل اهلی، زنان با گرکام دویدن، خورشید همچنان می درخشد حضور داشته. اون توی سریال های مختلفی را هم حضور داشته، از جمله سریال آقازاده، کامیون، برادرجان، دنیای گمشده، پدر، آرام می گیریم، پشت بام تهران و سریال های معروف باران عشق، تولدی دیگر، در قلب من و در پناه تو. امیدواریم که این بازیگر خوب کشورمون همیشه سلامت باشه و کارهای هنریش رو همچنان ببینیم. حتما نظراتتون رو در مورد حواشی زندگی لعیا زنگنه برامون تو بخش کامنت ها بنویسید و اگه با کارهای لعیا زنگنه خاطره دارید اسم اون کار رو، اون فیلم یا سریال رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.